سلام، من امیر ادمیرال هستم و در این ویدیو قانون مهاجرت افراد متخصص به آلمان و شرایط مورد نیاز با آن را معرفی میکنم. با آن همراه باشید. به کانال من خوش آمدید. من به طور هفتگی ویدیوهای مختلفی در مورد موضوعهای مختلف در آلمان درست میکنم، بیشتر از همه در مورد اوسبرینگهای متفاوت. اگر شما هم برای اولین بار وارد کانال من شدید، لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید و اگر روی زنگوله هم کلیک کنید، به محض اینکه ویدیوهای جدید من بیاید شما هم باخبر میشوید و اینکه میتونید تشریف بیارید و ویدیو را تماشا بکنید. قانون مهاجرت افراد متخصص و به زبان آلمانی داس فخکرفت اینوانداروونگزت از اول ماه مارچ سال 2020 تصویب شده است. این قانون این امکان را برای افراد متخصص غیر اروپایی میدهد که تحصیلات آکادمیک دارند، مانند یک دکتر یا اینکه افرادی که یک شغل حرفه‌ای را یاد گرفتند و برای آن یک سند معتبر دارند، مانند همه افراد صنعتگر، مثلا کسی که نجار است و یا کسی که آهنگر است. این امکان را برشان میدهد که به طور قانونی وارد آلمان شوند و در اینجا کار بکنند و زندگی بکنند. این قانون برای افرادی که تحصیلات دانشگاهی و یا حرفه‌ای ندارند و به زبان آلمانی اون کوالیفیسیت هستند اعتبار ندارد. فرض مثال یک آدمی که یک شغل گارسونی را انجام دادم و ای که تحصیلات آکادمیک ندارم شامل نخواهد شد. فقط این قانون برای افرادی وجود دارد که گفتم تحصیلات آکادمیک و یک شغل حرفه‌ای را یاد گرفتم و در کل به زبان آلمانی کوالیفیسیت فخکرفته هستند. کوالیفیسیت فخکرفته یعنی که همین اشخاص که نام بردم می توانند در آلمان در همون شغلی که یاد گرفتن و همون شغل تسلط دارند یک شغل بر خودشون پیدا بکنند و در همون شغل کار بکنند. و شرط این که شرایطی را که براتون نام میبرم موجود باشد. یکی از این شرایط این است که مدرک تحصیلی شما در پروسه تاییدیه مدارکتان به طور کامل مورد تایید قرار بگیرد. یعنی اینکه مدرک تحصیلی شما مطابق یک مدرک تحصیلی که در آلمان است مورد تایید قرار بگیرد. یک استثناء هم وجود دارد و این استثناء است افرادی که در قسمت آیتی تحصیل کردند. این افراد میتونن بدون این که مدارکشان را مورد تایید قرار بدهند یک شغل برای خود پیدا بکنند در آلمان و به آلمان مهاجرت بکنند. البته این افراد باید ثابت بکنند که به اندازه کافی تجربه کاری دارند. شرط دیگر این است که شخص باید یک قرارداد کاری معتبر و یک پیشنهاد کاری معتبر داشته باشد. شرط دیگر این است که شخص باید زبان آلمانی یاد گرفته باشد و این که حداقل باید B1 داشته باشد و این که اگر سطح زبان آلمانیشان در حد بالاتر باشد، یعنی که B2 یا C1 باشد که چی بهتر، ولی حداقل این شخص باید سطح زبان آلمانیش B1 باشد، یعنی که سطح B1 را باید داشته باشد. و اینکه شرط دیگر این است که شخص باید تمکن مالی داشته باشد، یعنی که شخص از دولت کمک مالی دریافت نکند و اینکه بتواند هزینه‌های شخصی زندگی خود را تامین بکند. این قانون محدودیت‌هایی را که قبلا وجود داشت را کمتر کرده است، به طوری که قبلا اشخاص می توانستن فقط در شغل‌هایی کار بکنن و دنبال یک کار بگردن که واقعا در آن شغل یک تنگنا و نیروی کاری کمی وجود داشته. اما از وقتی که این قانون به وجود آمده است، شخص می تواند در همه شغل‌ها که به طور حرفه‌ای هستند یک کار بر خود پیدا بکند و از اون طریق به آلمان مهاجرت بکند. محدودیت دیگری که قبلا وجود داشت این بود که شخص صاحب کار
باید یک فوق ان پروفوم انجام میداد. یعنی اگر میدید که یک داوطلب خارجی برای این کار وجود دارد، یعنی از خارج از آلمان، و یک داوطلب داخلی از داخل آلمان برای یک کار وجود دارد، پس صاحب کار ملزم بود که داوطلب داخلی را برای این کار استخدام کند. اما به لطف از قانون فوق ان پروفوم، یعنی اینکه داوطلب های داخلی را حتما باید قبول کرد، وجود ندارد و شخص صاحب کار می تواند بررسی بکند که کدام یک می تواند برای شرکتش بهتر باشد و می تواند بدون کدام محدودیت یا داوطلب داخلی را بگیرد و یا داوطلب خارجی را. اما بعد از این که این شخص واقعا یک شغل پیدا کرد و یک Arbeitsvertrag یا یک قرارداد کاری به دست آورد، این قرارداد کاری را Bundesagentur für Arbeit یعنی اداره کار بررسی میکند و میبیند که آیا مشخصاتی که در این قرارداد وجود دارد مطابق استانداردهایی است که در آلمان وجود دارد، مثلا از نظر میزان حقوق، میزان رخصتی و یا ساعت کاری آیا برابر استانداردهایی است که در آلمان وجود دارد، و اینها را امتحان میکند و اگر همه چیز مورد قبول بود این قرارداد کاری را تایید میکند. اما شخص این امکان را دارد که برای پیدا کردن کار مستقیم حتی به آلمان هم بیاید. برای این کار شخص باید مدارک تحصیلی تایید شده خود را به همراه سند B1 حداقل و اینکه ناخبایز، یعنی که سندی که نشان بده که این شخص تمکن مالی دارد و اینکه از دولت کمک مالی نمیگیرد، به سفارت کشور خود برود و تقاضای ویزا بکند و زمان این ویزا 6 ماه است که شخص در این 6 ماه فرصت این را دارد که یک شغل برای خود پیدا بکند. اما در تمام این مدت شخص باید خودش هزینه های زندگی خود را تامین بکند. طبق در ابتدای ویدیو عرض کردم، شخص باید مدارک تحصیلی خود را در پروسه تاییدیه مورد تایید قرار بدهد. برای این کار در پایین ویدیو یک لینک براتون میمانم که اونجا شما میتونید ببینید که چگونه مدارک تحصیلی خود را مورد تایید قرار بدهید. اما اگر در این پروسه تاییدی مدارک تحصیلی شما مورد تایید کامل قرار بگیرد، پس این بسیار خوب است. اما اگر مدارک تحصیلی شما به طور کامل مورد تایید قرار نگیرد و یک بخشی از آن مورد تایید قرار بگیرد، شما یک انرکنومز بشاید به اطلاعیه به دست می آورین که در این اطلاعیه نوشته شده که در کدام قسمت هم امین فخویسن یا این که دانش شما کم است، و برای برابری از این کاستی ما می توانید در یک دوره آموزشی شرکت بکنید تا این کاستی ها را برطرف بکنید. برای این کار شما می توانید حتی تا 18 ماه یک ویزا به دست بیاورین که در این دوره آموزشی شرکت بکنین، و در بعضی از موارد و اگر استثنایی هم وجود داشته باشد این 18 ماه 6 ماه دیگر هم تمدید می شود، یعنی شما تا 24 ماه می توانید به آلمان بیایین و در این دوره آموزشی شرکت بکنین. در این دوران شما باز هم باید از نهای زندگی خودتان را تامین بکنین، اما در این دوران شما می توانین حتی برای یادگیری بهتر در قسمت پرکسیس، امون جایی که میخواین کار بکنین، فعالیت کمی داشته باشین. اما اگر شما یک قرارداد کاری پیدا میکنین و اینکه صاحب کار نیاز مبرم و عاجل به شما دارد و اینکه نمیخواید مثلا کارتان دیر طول بکشه، پس میتواند درخواست سریعتر کارهای شما را بدهد. برای این کار صاحب کار یک وکالت از شما نیاز دارد و امرای از وکالت شما صاحب کار میتواند به اوسلند بهردم یا اداره خارجی ها برود و این درخواست سریع بررسی پرونده شما را بدهد. و برای این کار صاحب کار باید یک کارمزد 411 یورویی را هم پرداخت بکند و نام از این امکان هم در زبان آلمانی است Beschleunigt Fachkräfte Verfahren، که این گفتم این امکان را میدهد که کارهای شما سریعتر مورد بررسی اداری انجام بگیرد. اما یک امکان دیگر این قانون این است که اداره کار آلمان میتواند با اداره های کار کشورهای متقاضی خودش تماس بگیرد و اینکه در
شغل‌هایی که واقعا درش کمبود نیرو وجود دارد، نیروها می توانند از کشورهای خارجی وارد شوند و اینکه مدارکشان در آلمان پروسه تاییدی را طی بکند و اینکه در این زمان اونها می توانند مستقیم کارم بکنند. این هم یک امکان دیگه است که به لطف این قانون با وجود آمده است. و یک شرط دیگر را من باید براتون ذکر بکنم، اگر متقاضیان وجود دارد که میخوایند من حیث افراد متخصص با آلمان بیان کار بکنند اما سنشان بیشتر از 45 سال است، این افراد باید به اضافه چیزهایی که براتون نام بردم باید ثابت بکنند که یک سرمایه اندکی دارم که به واسطه از این سرمایه به وقتی که به رنت یا که به بازنشستگی و همون تقاعدی میرود میتواند باز هم زندگی خود را تامین بکند. بر طبق این قانون همچنین افراد جوانی که میخواهند شروع به یک آوسبیلدونگ بکنند میتواند همچنین به آلمان مهاجرت بکنند. در مورد اینکه واقعا آوسبیلدونگ چی است و کدام نوع آوسبیلدونگ وجود دارد و مباحث مربوط به آن، من یک ویدیو جداگانه درست کردم که لینکش در بالا براتون قرار دادم، شما میتونید اونجا ببینید. اما شرایطش یک همه که متفاوت است به نسبت به نیروی کاری، چرا که فقط افرادی که زیر 25 سال هستند میتوانند برای شروع یک آوسبیلدونگ که به آلمان مهاجرت بکنند. این افراد باید سطح زبان آلمانیشان بجای B1 یعنی B1 باید B2 باشد. اونها هم باید تمکن مالی داشته باشند، یعنی اینکه نباید از دولت کمک مالی به دست بیاورند. و اینکه اونها هم باید یک Ausbildungsplatz، یعنی که باید یک قرارداد Ausbildung داشته باشند. و یا اینکه این افراد می توانند به آلمان مهاجرت بکنند و در مدت 6 ماه برای خود یک Ausbildung پیدا بکنند. دوستان عزیز، من براتون گفتم که شخص چه نیروی کار و چه شخص که میخواهد وارد آلمان شود برای اینکه یک آوسبیلدونگ انجام دهد باید تمکن مالی داشته باشه، یعنی که باید هزینه های زندگی خود را خودش تامین بکند و از دولت کدام کمکی دریافت نکند. معمولا در ایالت های مختلف امکانش هست که مقدار هزینه ها یکم که متفاوت باشد و اینکه مثلا در یگان ایالت ها اون پولی که دولت پیشنهاد کرده مقدارش شاید بیشتر باشه، ولی امو دوشنیت یا میانگینش هست حداقل بین 800 تا 850 یورو. و اینکه من یک چیز براتون بگویم، در حال حاضر قیمت اجاره بها در آلمان در بسیاری از شهرهای آلمان بسیار زیاد است، یعنی که شخص باید حداقل بین 500 تا 700 یورو در ماه باید پول اجاره خانه خود بده. انال در کنار از این میایم فرض مثال هزینه خورد و خوراک، هزینه اینترنت، هزینه حمل و نقل، شخص باید حداقل 1000 یورو درآمد داشته باشد. و یا اینکه منظور از درآمد است که یک ساپورت مالی داشته باشد که این شخص حداقل کمک بکند، چرا که گفتم هزینه های زندگی متاسفانه در این سالهای اخیر بسیار بالا رفتن و بخش اعظمی از این 1000 یورو را شخص باید فقط برای اجاره خانه خود بده. از این خاطر ای که شخص باید یک ساپورت مالی حتما داشته باشد تا اینکه بتواند اینجا زندگی بکند، تا ای که بعد از اینکه سر کار شد خب شخص مثلا درآمدش بالاست، حداقل 2000-2500 یورو یا بیشتر شخص درآمد داره و اون زمان ای که خرج زندگی خود بده بسیار آسان‌تر است. اما شخصی که برای شروع آوسبیلدونگ میآید و یا شخصی که میآیم برازی که یک کار تازه در آلمان پیدا بکند در این مدت 6 ماه باید حداقل 1000 یورو پول برای خرج کردن در اختیار داشته باشد. دوستان عزیز، کاربران زیادی برای من نوشته کردن در فیسبوک، در اینستاگرام در مورد از این قانون و شرایطش سوال کرده بودن، من جوابشان را دادم. اما این ویدیو را درست کردم تا اینکه دوستان دیگر هم که اگر علاقه دارن به آلمان مهاجرت بکن از طریق کار و یا از طریق شروع آوسبیلدونگ از این اطلاعات استفاده بکنن، و دوستان دیگری هم که اگر سوالاتی داشتن که من تونستم برایشون جواب بدم در این ویدیو کامل از تمام از این شرایط باخبر شده باشند.
تشکر، لطفاً ویدیو را لایک کنید، کانال من را سابسکرایب کنید و اگر باز هم سوالاتی داشتین در قسمت کامنت ها در پایان از این ویدیو نوشته بکنید. من سعی میکنم که به سوالاتتان پاسخ بدهم. شاد باشین، خداحافظتان.